شب دیگه از راه رسید و بنده موشکاب بازم مصده اوقات شدم. آقا من تو کف این وضعیت پاندوری مهرهای نظامم، ظاهرن تلو تلو خوردن تو نظام ولایت فقیه تبدیل به یه مرض واگیردار شده. مثلا یارو لاریجانی هفته پیش از بابت دود و دم و داد و خال یه فیگور اصولگرایی اومد در حد لالیگا. یا نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب من جمله مطالبی راجع به امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند. آیا در شرایط که ما با صحنه بین‌الملل داریم طرح این مسائل که طبعا موجب کشمکش درونی کشور می شود و باعث سایش نیروها می گردد چیزی جز ضرر برای آن قابل تصور است؟ حالا این طرف که خودش استاد کشمکش و سایشه انداخته تو لاین کوسه و تو مجلس افتاده به دعوا و مرافعه با نوچه های خامنه. در کوران مذاکرات مهم همدلانه مذاکره کنندگان را در پیشبرد اهداف کشور پشتیبانی نماییم. این اظهارات که از سوی برخی گویندگان مطرح می شود غیر مفید و مضر است. افراد جامعه به دلیل اختلاف در آرا نظرات یکدیگر را می توانند نقد کنند، ولی توهین کردن به مقامات سیاسی کشور نه شرعاً مجاز است و نه فایده‌ای بر آن مترتب است، جز خسارت و ایجاد اختلاف و کینه اثری بر آن مترتب نیست. اوضاع اونقدر بیریق شده که آخوند رسایی جیغش رفته هوا که بابا بالاخره تو کدوم طرفی؟ هفته پیش به رفسنجانی میزدی؟ حالا بند کردی به ریش ولایت؟ هفته گذشته حضرت عالی نطق کردید، نطق انقلابی و خیلی خوبی هم بود. نمایندگان در بین نطق شما شعار مرگ بر آمریکا سر دادن. بعضی از همکارای ما در نطق میان دستورشون نطق کردن. چندین بار هفته گذشته شعار مرگ بر آمریکا تنین انداز شد. ای بابا کجای کاری تو رسایی؟ هفته پیش بود، این هفته است. بابا خود اکبر کوسه دوباره پریده وسط صحنه و ریش سیدری رو چسبیده که حاجی این جک و جونوراتو از جلوی پای دیپلماسی جمع کن، میخوایم تخت گاز بریم تا ته زرخوری. من میتوان در دنیای معاصر بدون تعامل سازنده و دیپلماسی فعال به مسیر خود ادامه داد. افراطیون همه هنر خیش را برای جلوگیری و مانع تراشی در کارهای دولت به کار میبرند. منطق اداره جامعه در شرایط فعلی سیاست خارجی مبتنی بر ذات، حکمت و مصلحت است. حالا میریم که داشته باشیم یه نمونه از این حکمت و مصلحت و از زبون سرکار الیه ابخم، اولین سخنگوی زن تمام وزارت خارجه ها تو کل تاریخ. تو بایم در رابطه با این هستی که من جلسه پیشم سوال پرسیدم در رابطه بحث ادامه صحبت هایی که علیه کشور خودمون از جانب خانم وندی شرمن تکرار شده، این قضیه در رابطه با بحث دی ان ای ایرانی که گفتن پریپایی وجود داره، تا کنون دست به دیپلماسی کشور چه اقداماتی انجام دادن؟ شاهد این بحث هم بودیم که مقامات امریکایی هم اعلان کردن که سوء تفاهم رخ داده و این اظهارات در واقع دقیق منتقل نشده. من فکر میکنم که از نظر مباحث رسانه‌ای شاید این موضوع تداومش به مفهوم اینکه اقدام بیشتری باشه، شاید این توضیح برای پایان پیدا کردن این موضوع کافی باشه. منظورش اینه که چرا گیر سپیچ دادید شما؟ حالا اون یه حرفی راجع به دی ان ای سید علی زد، بعدم تکرارش کرد. حالا مطابق رهنمودهای اکبر شاه عزت و حکمت و مصلحت
ایجاب میکنه که زیر سیبیلی ردش کنیم بره. بابا نل کنید بذارید عظما زهرش بخوره، این که پیله کردن نداره که. شمی از آقابتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهر و چیده، سیدلی جای این که لب در کنه، منقل و بمب و هستر و چسبیده. خلاصه این که تو این فاندول بازار نظام جرخوردگی هی از سر میره تا ته و دوباره از ته میره تا سر. القصه باید بگم ز هر طرف که شود کشته نفع اسلام است.